قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار جنبش راه سوم، همراه ما هستند. جناب شعله سعدی، متشکرم از حضورتون در برنامه. عرض به شما رو بشنویم از این اقدام حکومت و اعمال فشارهایی که هر روز بر خانواده کشته شدگان بیشتر و بیشتر میشه. ببینید، حکومت دیگه شمشیر رو از رو بسته، چون هیچ چاره جز سرکوب برای بقای خودش نداره. شما دیدید که دو روز پیش هم جانبازان جنگ تحمیلی که اینها یادگار مقاومت ملت ما بوده در جنگ، اونا رو هم مورد هجوم قرار دادن. یا کسانی مثل پدر و مادر پویا بختیاری که در آبان 98 به شهادت رسید توسط نیروهای حکومتی، اونا الان زندان هستن. و بنابراین از همین قسم فعالیت ها و سرکوب های رژیم ادامه داره و از ابعاد دیگری هم. حتی الان شما بحث‌های دانشجویی رو هم کردید، الان دارن یه عده هشت و شعبی رو میارن در دانشگاه ها، چون حکومت پیش بینی میکنه که این انقلاب دوباره فوران خواهد کرد و دانشجویان که طبیعتاً با مردم هماهنگ هستن باید از درون خود دانشگاه ها سرکوب بشن. لذا ببینید، همه این برنامه ها رو حکومت داره انجام میده برای تشدید سرکوب، ولی در زمانی هم هستیم که دیگه تشدید سرکوب نتیجه اتفاقاً عکس داره. و لذا بله، برای مراسمی که طبیعی هست بچه‌شون کشته شده، حالا دوستان اون کسی که شهید شده دارن میان مثلا سالگرد تولدش رو یادآوری کنن، خب حالا اعضای خانواده رو همه رو احضار کردن و امروز هم که فهمیدید که محاکمه پدرشون هست، در حالی که همه اینها دقیقاً برخلاف قانون هست، چون اصل بر براءت هست طبق قانون اساسی، اصل بر تفسیر به نفع متهم هست. کسانی که عزیزانشون رو از دست دادهاند اتفاقا باید مورد عذرخواهی قرار بگیرن، باید حکومت از اونا عذرخواهی کنه، جبران خسارت اون بخشش که مادی هست اگر ممکن هست بکنه. درست عکس این داره اتفاق میفته و اتفاقا به نظرم حکومت اشتباه ژرفی رو داره مرتکب میشه، زیرا انقلاب ملی زن، زندگی آزادی به یک مرحله غیر قابل بازگشت رسیده. الان دهمین ماهش داره به پایان میرسه و 3-4 روز دیگه ما وارد 11 ماه میشیم. حکومت نتونسته این انقلاب رو به تعبیر خودش جمع بکنه. و اتفاقا یکی از دانشمندان هم هست میگه موقعی که دشمن داره اشتباه میکنه مزاحمش نشید تا این اشتباهات رو ادامه بده. همین مصداقی هست برای حکومت ایران که به جای این که به هر حال تعدیل کنه و با مردم یک دیالوگی برقرار بکنه، الان داره این خشونت رو تشدید میکنه و حتما نتیجه عکس خواهد داد به اون هدفی که حکومت داره. خیلی کوتاه اگر در جمع‌بندی ما بگید این نتیجه عکس به نظر شما به چه صورت خواهد بود و در چه صورت برای حکومت در واقع تبعات خواهد داشت این اقدامی با توجه به تاثیرش بر افکار عمومی؟ دیگه اولا دانشجو که چیزی نداره از دست بده که، و لذا الان در واقع پیاده نظام انقلاب هنوز الان دانشجویان هستن و این فشارهایی که به دانشجوها دارن میارن خود این دانشجوها رو به طغیان وامیداره. درست همین قضیه رو راجع به خانواده های شهدا، جانبازان، اونهایی که پیاده نظام این حکومت بودن، جالب هست، اونهایی که پیاده نظام حکومت بودن همیشه حمایت میکردن الان مورد غضب حکومت قرار گرفتن و لذا اونها هستن الان که پرخاش میکنن و اعتراض میکنن. شما دیدید که بسیاری از زنهای محجبه راجع به حجاب اجباری به حکومت دارن اعتراض میکنن. بنابراین این همون در واقع مکانیزمی هست که مردم رو که از یک حدی که گذشت تشویق میکنه که در مقابل حکومتی که زبان خوش نمیفهمه باید با زبان خودش، یعنی زبان زور باش صحبت کنی، اون مکانیزم الان داره عمل میکنه و ما همونطور که خود حکومت هم منتظر هست و نگران هست که در بازگشایی دانشگاه ها دوباره ساعت صفر رخ بده، یعنی این آتشفشان انقلاب فوران کنه، این یک
ترس واقعی است که حکومت داره، زیرا مبتنی بر واقعیت هایی است که مردم ما رو الان داره یک پارچه میکنه و قطعا علیه حکومت یک قیام جانانه خواهند کرد. متشکرم از شما قاسم شعله سعدی، حقوقدان بنیانگذار جنبش راه سوم.